داستان چهل دزد اصفهان. این قسمت ماجرای کشته شدن ارغون و دستگیری افسون. در قسمت‌های قبل دیدیم که با فرار افسون از زندان، زانیار و یارعلی به تعقیب او رفتند و به فرزانه و شاهزاده که در دست راهزنان اسیر بودند کمک کردند که فرار کنند. اما یارعلی در آن میان کشته شد و زانیار به دنبال راهزنان رفت و افسون را اسیر و برادرش ارغون را کشت. و اما ادامه داستان. راهزنانی که در گوش و کنار اردوگاه خوابیده بودند با فریاد ارغون از خواب بیدار شده و به سمت چادر او دویدند و وقتی او را با تیری در سینه پشت چادرش پیدا کردند و خبری از برادرش افسون ندیدند وحشت زده شدند. شیرغلام معاون ارغون به اطراف نگاه کرد و زیر نور مهتاب در میان سایه های ثابت بوته ها و درخچه های گز سایه سیاه زانیار را دید که داشت به زحمت افسون بیهوش شده را بر دوشش حمل می کرد. پس فریاد زد: آنجا، آن سیاهی را بگیرید. دزدان وقتی سیاهی زانیار را دیدند خنجرهایشان را بیرون کشیدند و به سمتش دویدند. زانیار صدای فریاد و دویدن آنها را شنید. می دانست که اگر کاری نکند به زودی گیر خواهد افتاد. پس به این فکر افتاد که از وحشت زدگی دزدان استفاده کند. افسون بدبخت را بر زمین انداخت. چهار تیر از تیردانش بیرون آورد و همه آنها را به یک باره در کمان قرار داد و به محض اینکه دزدان به تیر رس او رسیدن فریاد زد: تیراندازان سمت راست، پرتاب کنید! و خود همه تیرهای در کمانش را رها کرد. تیرها نه دقت لازم را داشت و نه قدرت کافی، فقط چون بارانی در اطراف راه زنان بارید. دزدان وحشت زده به گمان آنکه تعدادی در کمین آنها هستند بر جای خود ایستادند. زانیار که دید حیله‌اش کارگر افتاده دوباره چهار تیر دیگر در کمان گذاشت و این بار فریاد زد: تیراندازان سمت چپ، پرتاب کنید! و دوباره باران تیر بر سر دزدان بارید. این بار یکی از تیرها درون بازوی دزدی فرو رفت و فریاد درد او را بلند کرد. دزدهای دیگر وحشت زده با تصور اینکه نظامیان به دنبال آنها هستند فرار را برقرار ترجیح دادند و به سمت اردوگاه دویدند. هر کدام از آنها گرانبهاترین چیزی را که داشت بر می داشت و سوار اسبش می شد و در دل تاریکی فرار می کرد. زانیار می دانست که آنها خیلی زود از غافلگیری در خواهند آمد و به پشت سر خود نگاه می کنند و وقتی خبری از نظامیان نبینند بر خواهند گشت و باید از این فرصت حد اکثر استفاده را بکند. پس صورت خود را پوشان تا کسی او را نشناسد و مانند یکی از آنها به میان اردوگاه دوید. برای او در آن لحظه چیزی که مهم بود اسبی تازه نفس بود. اسب خودش و یارعلی را در کنار چادر ارغون دیده بود. فوری افسار آنها را باز کرد و به صحرا جایی که افسون تازه داشت به هوش می آمد برگشت. زانیار بلافاصله دست و پا و دهانش را بسته و او را بر روی اسب یاور قرار داد. اسب خودش را هم برداشت و به سمت اصفهان تاخت. وقتی به اندازه کافی از اردوگاه فاصله گرفت از سرعتش کم کرد. می دانست اسب ها در هر صورت خسته بودند. افسون هم چند بار سعی کرد خودش را از روی اسب به زمین بیاندازد ولی چون زانیار پاهایش را در زیر اسب بسته بود نتوانست. دوست گلم که تا اینجای ویدیو من را همراهی کردی، لطفاً ویدیو را لایک و کانال را سابسکرایب کن. زانیار چون نمیخواست پاسخگوی دیگران باشد از بیراهه به سمت اصفهان رفت. نزدیک ظهر به دروازه رسید. وقتی افسر دروازه او را با اسیرش دید پرسید او کیست؟ و زانیار پاسخش داد که فردی است که به دستور وزیر اعظم گرفتار شده و الان نیز به کاخ او می رود. افسر بیش از آن پرسجو نکرد و اجازه داد زانیار با افسون وارد شهر شده و به کاخ حاتم بیگ وزیر برود. زانیار مستقیم به خانه حاتم بیگ وزیر رفت. اما با آن قیافه مسخره و اسیری به دنبال خود هرچه اصرار کرد فرمانده نگهبانان به خانه راهش نداد. و گفت الان ساعت خواب بعد از ظهر وزیر است و کسی را به داخل راه نمی دهند و او را به دولت خانه حواله کرد.
زانیار عصبانی از بیتوجهی فرمانده نگهبانان به گرد خانه گشت و به زیر پنجره اتاق وزیر رسید. با وجود خستگی شیطنتش گل کرد و خواست سر به سر فرمانده نگهبانان وزیر بگذارد. برای همین به سمت نگهبانی که زیر پنجره بود رفت و افسار اسب‌ها را برای او انداخت و گفت: همین پنجره است که فرمانده تان می گفت؟ فکر می کردم ارتفاعش بلندتر از این است. نگهبان با تعجب پرسید: کدام پنجره؟ زانیار در حالی که از اسب پیاده می شد گفت: پنجره اتاق وزیر. جناب وزیر گفتند این دوز را از جلوی این پنجره آویزان کنند تا مردم ببینند که جناب وزیر چقدر به فکرشان است. نگهبان با دودلی گفت: ولی کسی به من چیزی نگفت. زانیار در حالی که افسون را از اسب پیاده می کرد گفت: برو از فرمانده‌ات بپرس. داشت برای خواب بعد از ظهر آماده می شد. نگهبان در پاسخ گفت: حق ندارم محل کارم را ترک کنم. زانیارم گفت: تقصیر من نیست. من هم یک فرمانده مثل مال تو دارم. همه آنها تنبل هستند. سپس به سرک سقایی را صدا زد و از او برای خودش و نگهبان آب گرفت. و در حالی که آب را می‌خوردند به نگهبان گفت: ما باید زیر آفتاب و در گرما عرق بریزیم و آن تنبل‌ها زیر سایه بخوابند. بالاخره زانیار با حیله و شیرین زبانی نه تنها توانست آن نگهبان را خام خود کند، بلکه حتی او را مجبور کرد نگهبان روی سقف را صدا بزند و نگهبان تنابی که زانیار برایش انداخته بود را گرفت و با کمک هم افسون را تا روبروی پنجره بالا کشیدند. زانیار سپس به عنوان اینکه باید جایگاه افسون را مقابل پنجره استوار کند، خود با تنابی دیگر بالا رفت و پا به درون اتاق گذاشت و به سرعت نگاهی به اطراف کرد. وزیر را دید که خوابیده بود. به سرعت افسون را به درون کشید و با خنجرش تنابی که او را بالا کشیده بود را برید و سپس دهان افسون را باز کرد. افسون شروع کرد به فحاشی کردن، به گونه ای که وزیر از خواب پرید و پسرک سرخ‌موی بدون سیبینی را با خنجری در دست همراه افسون دست و پا بسته جلوی پای او مشاهده کرد. با بخشت گفت: تو کی هستی؟ زانیار در پاسخش گفت: نترسید، منم زانیار. قول داده بودم که افسون را بیاورم. برادرش را هم که به زندان زده بود کشتم. افسون که تازه فهمید ارغون کشته شده رو به زانیار قسم خورد که انتقام برادرش را خواهد گرفت. اما وزیر بدون توجه به او به زانیار گفت: صندوقچه را با دختر داروغه فرستادی. من هم پدرش را آزاد کردم. پیرمرد و پیرزن را هم که همان روز یاور با فرمان من از زندان بیرون آورد. پس دیگر با هم بی حساب شدیم. اما برایم جالب است وقتی شاهزاده با همه ارتش شاه به دنبال آنها بود، تو به تنهایی توانستی به آنها برسی و یکی را بکشی و دیگری را اسیر کنی. دوست دارم از این به بعد برای من کار کنی. هر چه بخواهی به تو می دهم، حتی دختر داروغه را. زانیار لحظه میان آنچه میخواست و آنچه استادش به او گفته بود مردد ماند. اما بالاخره گفت: من استادی دارم که به من یاد داده یاور ضعیفان باشم، نه قدرتمندان. اگر روزی انقدر ضعیف شدی که به کمک من نیاز داشتی، به سراغم بیا. و همانطور که به آن پیرمرد و پیرزن کمک کردم، به تو هم کمک خواهم کرد. این را گفت و قبل از آنکه فرمانده نگهبانان با افرادش به اتاق بریزد، از پنجره پایین پرید و سوار اسبش شد و رفت. هنگامی که زانیار از اتاق بیرون پرید، حاتم بیگ وزیر به فرمانده نگهبانانش و چند نگهبان همراه او گفت: بی ارزه ها، حتی حریف یک الف بچه هم نمی شوید. خوب است که دشمن من نیست. بعد هم به افسون که با دست و پای بسته جلوی او افتاده بود اشاره کرد و گفت: این مردک دوز را هم تحت الحفظ ببرید قصر شاه تا من هم برسم. سپس لباس مخصوص دربارش را پوشید و فوری به قصر رفت. شاه آن روز از صبح اول وقت مشتاقانه منتظر نشسته بود تا شاید شاهزاده خبر دستگیری راهزنان را برایش بیاورد و مثل یک پدر او را تشویق کند. وقتی اطلاع دادند که وزیر اجازه حضور می‌خواهد، دستور داد که وارد شود. وزیر در حالی که دوتا از محافظان شاه افسون را به دنبالش می آوردند، وارد شد و به شاه تعظیم کرد و گفت: قربان، به بخت بلند شما عیاری که من فرستاده بودم، افسون که فرزندتان را ربوده بود را گرفتار و برادر او ارغون که زندان را به آشوب کشیده بود را کشته.
شاه اول کمی دلخور شد، اما بعد خوشحال از اینکه بالاخره دزد پسرش را میتواند تنبیه کند، به محافظان اشاره کرد و گفت او را ببرید و در میدان جدید به دار بیاویزید تا برای همه دزدان و راهزنان عبرت شود. در حالی که محافظان افسون را که به شاه و وزیر فوش میداد میبردند، شاه رو به وزیر کرد و گفت کدام عیارت بوده که چنین کاری کارستان کرده؟ وزیر هم در پاسخ گفت قربان، اسمش را شنیده اید. مرد جوانی است به نام زانیار که مدتی است برای خودش شهرتی پیدا کرده. شاه سری تکان داد و گفت عجب. شاهزاده هم گفت که زانیار نامی او را از دست دزدان نجات داده. ترتیبی بده که پاداشی شاهانه بگیرد. البته آلی جناب، اما اوضاع خزانه خراب است. از وقتی که زرابچی بدبخت را تنبیه کردید خزانه سر و سامانی ندارد. من نگرانم. حالا که صندوقچه جواهرات شاهانه به خزانه برگشته، ممکن است دوباره دزدان به وسوسه بیفتند. باید آدم با تجربه‌ای برای سرپرستی خزانه انتخاب کنید. شاه با بی‌حوصلگی گفت: فعلا همان زرابچی بیورزه را بر سر کار برگردان تا وقتی که آدم شایسته‌ای برای این کار پیدا کنم. وزیر خوشحال از اینکه توانسته زرابچی را بر سر کار برگرداند، تعظیمی کرد و از شاه سپاسگزاری کرد. آن شب در خانه داروغه فرزانه داشت با خوشحالی ماجرای نجاتش از دست راهزنان را تعریف می کرد. وقتی به آنجا رسید که زانیار در چادر ارغون خودش را به او معرفی کرده بود، دایی از خوشحالی جیغی کشید و گفت این پسر شاگرد برادرم است. تازه عاشق و دلباخته تو هم هست. فرزانه با گیجی گفت نه، تو از کجا می دانی؟ دایی فهمید که آنچه نمی خواسته بگوید از دهانش بیرون پریده. در دل به دهانی که بی موقع باز شود لعنتی فرستاد و بعد خودش را جمع و جور کرد و گفت چند وقت پیش به برادرم گفته بود. در واقع از آن شبی که مادرت مرد و افسون در کوچه تو را گیر انداخته بود، زانیار آنجا تو را می بیند و عاشقت می شود و تو را نجات می دهد. بعد هم ماجرای ابریشم‌های چینی را رو کرد و نگذاشت پدرت تو را به دست افسون بسپارد. آن دم صبح هم که در کوچه باغ افسون به تو حمله کرد، زانیار بود که اول رسید و جلویشان را گرفت. همش دور و بر تو می گردد. اما من دمش را چیدم و گفتم شاهزاده خواستگار توست. فرزانه آهی کشید و برای لحظه چادر ارغون را به یاد آورد. در حالی که زانیار و یارعلی جانشان را به خطر انداخته بودند و به آنجا آمده بودند، شاهزاده حاضر شده بود عقد او و افسون را بخواند. بعد قیافه زانیار با آن موی سرخ و ریش سرخ را به یاد آورد و سرخوشانه خندید. عزیزان، داستان امشب هم به پایان رسید. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید. در پناه حق.